به تازگی ویدئویی از شهره سهلتی منتشر شده که اون رو در شرایطی نشون میده که گویا متوجه بیرون افتادن یکی از سینه‌هاش اون هم به مدت طولانی نمیشه و با این حال تلاش میکنه که کنسرت خودش رو ادامه بده. اما توی این کنسرت اتفاقاتی براش رخ میده که باعث ناراحتی و تأسف کاربران و طرفدارانش از این وضعیت میشه. لطفاً در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم برای خانم شهره سهلتی، این خواننده همیشه جنجالی و پرحاشیه، چه اتفاقاتی افتاده. اما قبلش ممنون میشم این ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید تا بیشتر دیده بشه. و اگر به ویدیوهای حواشی هنرمندان و سلبریتی ها علاقه‌مندید و میخواهید از جدیدترین خبرهای این حوزه با خبر بشید، لطفاً از پایین همین ویدیو با زدن بر دکمه سابسکرایب و زنگوله عضو کانال ما بشید. سلام 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 به همه شما عزیزان، در خدمت ملکه صحنه هستیم. شهره جان عزیزم، بابا شهره جون بذار کارشون رو بکنم، تو این فیلم من دارم بازی میکنم. خانم شهره سهلتی با نام اصلی فاطمه سهلتی در 14 دی 1337 در تهران متولد شد. اون خواهر شهرام سهلتی، خواننده معروف ایرانی که در محله سرچشمه تهران و با نام اصلی ابراهیم سهلتی به دنیا اومده. پدرشون از برجسته ترین نوازندگان ویولون در ایران بود. شهره هم با حمایت خانواده وارد هنرستان عالی موسیقی میشه تا با دنیای موسیقی بیشتر آشنا بشه. شهره از همون سنین نوجوانی علاقه به فعالیت هنری رو نشون داد و در سن 15 سالگی به طور جدی وارد دنیای خوانندگی شد. نخستین اثر شهره ترانه دختر مشرقی بود که با شعری از منصور تهرانی و آهنگی از محمد شمس منتشر شد. اما نام شهره بیشتر با اجرای ترانه توکنیستی بر سر زبون‌ها افتاد و اون رو به عنوان یک خواننده مطرح معرفی کرد. شهره در سال 1354 وقتی 17 ساله بود به شدت مورد توجه قرار گرفت و طولی نکشید که آوازه شهرتش به همه جا رسید. پس از ورود به دنیای موسیقی پاپ، کمپانی های شروع به قرارداد بستن با اون کردن و عکس های اون روی جلد اول مجلات معروف اون زمان قرار گرفت. یکی از عوامل شهرت اون اجراهاش در کاباره میامی بود که در اون زمان طرفداران بسیاری داشت. شهره همچنین چندین بار در برنامه شوی میخک نقره‌ای به کارگردانی فریدون فرخزاد حضور داشت که این حضورها و اجراها به شهرت بیشتر اون کمک کرد. شهره در ادامه فعالیت‌های هنریش وارد سینما شد. اولین تجربه حضور خودش رو توی سینما با بازی توی فیلم فریاد زیر آب در کنار داریوش اقبالی به دست آورد. سپس توی فیلم بادام‌های تخت باز هم با داریوش اقبالی به ایفای نقش پرداخت که به علت روی کار اومدن جمهوری اسلامی این فیلم ناتمام موند. شهره با داریوش اقبالی ترانه شبگرد رو برای این فیلم خونده بودن که با لغو این فیلم بعدها ترانه رو به صورت جدا ارائه کردن که باعث شهرت بیشتر هر دو خواننده شد و تأثیر زیادی در محبوبیت شهره در اون زمان داشت. همچنین در سال 56 شهره به همراه سعید کنگرانی مژده یک شوی تلویزیونی به نام ستاره باران شد. در اون زمان رحیم علی خرم یکی از سرمایه‌داران دوران پهلوی که رابطه نزدیکی هم با دربار داشت و صاحب پارک معروف خرم در غرب تهران بود، به ماجراهای زندگی شهره ورود کرد. ارتباط شهره با رحیم علی خرم که یکی از مردان ثروتمند و پرنفوذ اون زمان بود، بحث‌های زیادی به دنبال داشت. رحیم علی خرم سرانجام در اردیبهشت 58 محاکمه شد. یکی از شاهدان پرونده که از کارکنان پارک خرم بود ادعا کرده بود که شهره رو چندین بار در حال معاشرت با خرم دیده، اما خرم این ادعا رو رد کرد و گفت من با هنرمندان و خوانندگان ارتباطی نداشتم، تنها با گوگوش و پدرش دوستی داشتم که گوگوش هم مثل دخترم بود. در شهریور ماه سال 57 قبل از انقلاب ایران شهره برای برگزاری کنسرت به آمریکا سفر کرد و بعد هم با روی کار اومدن جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت در اونجا بمونه. شهره ابتدا توی نیویورک اقامت کرد. بعد از یک سال شهره با یک فرد ایرانی به نام خسرو نایبی ازدواج میکنه که این ازدواج خیلی زود به طلاق ختم شد. اما حاصل این ازدواج دختری شد به نام طناز. طناز دختر شهره هم در سالهای اخیر ازدواج کرده و سال گذشته صاحب یک دختر شد که بسیار هم شبیه به مادر بزرگ شهره شده.
دوستان خوبم، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که اون رو لایک بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید تا ویدیومون بیشتر دیده بشه. آقای محمود قربانی، همسر سابق گوگوش که معمولاً در مورد همه چیز اظهار نظر میکنه، توی مصاحبه با امیر قاسمی درباره رابطش با شهره سولتی بعد از جدایش از گوگوش صحبت کرد و گفت شهره دوست دخترم بود و علاقه زیادی بهش داشتم. مدتی بعد هم توی یک مصاحبه دیگه حرفش رو رد کرد و گفت در اون زمان دوست پسر شهره فاضل خداداد بوده. محمود قربانی توی همین مصاحبه شهره رو گستاخ خطاب کرد که این موضوع باعث ناراحتی شدید شهره شد. شهره در جواب اون گفت که آقای قربانی ادعا کرده همه عاشق اون بودن، حتی اون نام من و لیلا فروهر رو هم برده. به گفته شهره این ادعا دروغی بیش نبوده. توی یکی از مصاحبه های قبلی قربانی مدعی شد که به خاطر گستاخی شهره به اون ضربه زدن و استخوان ترقوه اون شکسته شد. شهره در پاسخ به این ادعا گفت آقای قربانی، این جای مشت شما یک زخمه نه یک یادگاری. شهره همچنین اشاره کرد که محمود قربانی به پدر و مادر فوت شده اون توهین کرده و اون تاکید کرد که در برابر هر گونه توهین به خانوادش ایستادگی خواهد کرد و گفت اینجا ایران نیست که بترسم الان محمود قربانی پشت دره و میخواد بیاد منو کتک بزنه. شهره با کنایه هم اضافه کرد که قربانی اخیراً از زندان آزاد شده و زمانی که توی زندان بود مرتب از حالش جویا می شده و از طریق پسرش کامبیز قربانی به اون کمک می کرده. شهره در ادامه گفت من انتظار چنین حرفا و رفتاری رو از قربانی نداشتم. و اما به تازگی ویدئویی عجیب از شهره منتشر شده که اون رو روی سن در حالی که به شدت مست کرده و توان ایستادن و خوندن نداره رو نشون میده. اما طی سالهای اخیر در پیرامون یکی از کنسرت‌های شهره سولتی در لاس وگاس اتفاقی عجیب و باور نکردنی رخ داد. در جریان این کنسرت یکی از لباس‌های اون دچار مشکل شد و یکی از سینه‌های اون برای مدت زیادی بیرون افتاد و خودش هم گویا متوجه نشده بود و به خوانندگیش ادامه می‌داد. اما این ماجرا به یک جنجال بزرگ توی رسانه‌ها تبدیل شد. مدتی بعد شهرام سولتی نسبت بیرون افتادن سینه‌های خواهرش واکنش نشون داد و گفت راستش رو بخواید من همیشه نسبت به خواهرم شهره غیرتی هستم. مثلا توی اکثر کنسرت ها لباس هایی میپوشه که مناسب نیست و بدنش کاملا مشخص میشه. من همیشه میگم که شهره لباست رو درست کن، اما چه کنم که شهره است و زورم بهش نمیرسه. البته ناگفته نمونه که شهره هم گاهی از من ایراد میگیره، اما در نهایت ما سولتی هستیم و زورمون به هم غالب نمیشه و هر کدوممون کار خودمونو میکنیم. دوستان خوبم، نظر شما در مورد خانم شهره سولتی چیه و با کدوم یکی از آهنگاش خاطره دارید؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. ممنونم که با لایک این ویدیو و ارسال اون به دوستانتون از ما حمایت میکنید. اگر علاقه‌مندید که ویدیوهای حواشی هنرمندان و سلبریتی ها رو تماشا بکنید و میخواید که از جدیدترین خبرهای این حوزه با خبر بشید، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگولش رو فعال بکنید. در ادامه هم دعوتتون میکنم که ویدیوهای پیشنهادی روی صفحه رو تماشا بکنید.